من یک کمی کسالت دارم و اصلا سینمم گرفته است و بعضم خلاصه روبرا نیست. اشالا ببخشید ولی در خدمتتون هستم و با این لطفی که هنرمند دوستان ما دارند که چاره نیست جز اینکه در خدمتتون باشیم حالا به هر نحوی که ممکنه. در درجه اول لازم میدونم که از جناب آقای راهیمی و دیگر دست‌اندرکاران برگزار کنندگان این برنامه و این تشکیلات تشکر بکنم، سپاسگزاری بکنم و تقدیر بکنم. امیدوارم که پایه گذاری شده باشید کار. میگه شعر حافظ است: یا علی یا ایها الساقی ادرک اسم، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حالا اول کار است و خب همه با عشق و علاقه شروع می کنند. امیدوارم که این عشق و علاقه بماند تا مدت های زیاد و به طور قطع مشکلاتی در این وسط پیش میاد. اما خواهش می کنم که هم هنرمندان و هم مدیران مجریان این برنامه ها مبارزه نکنند با مخالفت ها، بلکه استقامت بکنند، ایستادگی بکنن. قول میدم که همه موفق میشیم. مبارزه جنگ بی خودی است. مبارزه وقتی هم میکنه که بدون خلاف داره میگه، ولی وقتی ایستادگی کرد نشون میده که داره کار صحیح میکنه، حرف درست میزنه و باید برای حرفش وایسه تا به موفقیت برسه و به نتیجه برسه. به هر حال خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت هموطنان عزیزم چه فهم میکنه از کرمانشاه هستن باشم. به هر حال هموطنان ما هستن و من خیلی خیلی خوشحالم در خدمتشون هستم. یکی از خوشحالی دیگه من است که میبینم که گروه خیلی جوانی علاقمند به موسیقی اصیل ایرانی هستن و دور هم جمع شدن و کار میکنن و همین خودش پایه‌گذاری میشه برای آینده موسیقی این مملکت. چه از کرمانشاه شروع بشه چه از شیراز، چه از فرق نمیکنه، از هر جا شروع بشه جوان ها باید شروع بکنن. البته نباید که به خودشون قره بشن که خیلی فوق العاده شدن، نه اینطور نیست. اینها تشکیلات شما میفرمایید برای اینکه بیشتر کار کنن و بیشتر به کارشون بپردازن و سعی کنن که محتوا و معلومات و محفوظات خودشون زیادتر بکنن تا اینکه بتونن که موسیقی اونطوری که حرام نیست و اونطوری که حرمت داره اون رو عرضه بکنند، و دوم این که خودشون هم اشخاصی باشن که در حفظ شخصیت و حرمت موسیقی خودشون کوشا باشن، سبک نکنن کار خودشونو، رفتارشون هم فوق العاده خوب باشه که نشون بدن که هنرمند یک موسیقین با یک دکتر فرقی نداره، با یک مهندس فرقی نداره، واقعا هم فرق نداره، ولی خب خودشو سبک میکنه، خراب میکنه، در چه فکر میکنن که موسیقی هم بده. اینها رو باید در نظر داشته باشن هنرمندان، ولی چون آقایم که تشریف دارن بیشتر و خانم ها بیشتر هنر دوست هستند، دو کلمه در این مورد صحبت بکنم و من از آقای اسماعیلی خواهش کنم که برامون صحبت بکنه. و اون است که باید قبول بفرمایید که موسیقی هم علمه، یک علمی که باید فرا گرفت و هر چقدر بیشتر فرا بگیرید بیشتر ازش میفهمید، اطلاع کسب میکنید و بیشتر از شنیدن خوبش لذت میبرید. مشکل ما در همینجا، فکر نکنید مشکل ما از موسیقی است، نه، مشکل ما از شنونده است. وقتی شنونده از موسیقی مبتذل خوشش میاد، هنرمند چه بکنه؟ یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه موسیقی خوب میزنه، می کسی خریدار نداره، میره دنبال آشغال دادن. اینطور میشه که موسیقی خراب میشه. شما شنونده ها ببینید، یک دکتر باید تحصیل بکنه. من از رشته دندان پزشکی اطلاع ندارم، نمیتونم اصلا نظر بکنم برای اینکه تحصیلش نکردم. بالا موسیقی هم همین جوره، باید تحصیل کرد تا چیز فهمید، باید تحصیل کرد لذت برد و درک کرد. حتما شما هم باید یه بار موسیقی تحصیل بکنید. وقتی تحصیل کردید از موسیقی مبتذل و بعد و پیش پا افتاده لذتی نمیبرید، در چه ردش میکنید. و موزیسین ها اگر مبتذل هستن یا میرن کنار یا خودشون رو اصلاح میکنن و موسیقی های خوب موسیقی رو عرضه میکنن و تشویق میشن، در نتیجه چطور میشه سطح فرهنگ موسیقی مملکت ما بالا میره.
این است که شما هم باید سعی بکنید که موسیقی یاد بگیرید، موسیقی خوب رو یاد بگیرید به هر نحوی شده، با گوش کردن، با تحصیل کردن، با مصاحبه کردن، با صحبت کردن و بحث کردن یاد بگیرید و موسیقی خوب رو تشویق بکنید. در نتیجه همونطوری گفتم موسیقی باید خود به خود کنار بره. انشاءالله که همه موفق باشن و به خصوص انجمن موسیقی کرمانشاه، امیدواریم که پایاش قرصتر و قرصتر بشود و در آینده شاهد برنامه‌های خوب که بود بهتر و بهتر از این بوده باشیم. حالا از آقای اسپانی میخوام خواهش کنم که یه چند تا بیتی هم از مولوی برامون بخونن تا ببینیم شاید بتونیم یه سازی هم بالاخره بزنیم. بدون ساز که نمیشه. همجور که فرموندن باز بسم الله الرحمن الرحیم که کوک بشون برای صحبت کردن، چون قدیر خم چند روز قبل بود، بهتر از این است که با کلامی از حضرت مولا شروع کنیم که فرمودن که دلا هر دم بباید یا علی گفت، نه هر دم بل دما دم یا علی گفت. این مسئله ولایت مسئله مهمی است که خود حضرت حق فرمودن یا ایها الرسول. ببین نداره که حالا ایشون درباره موسیقی صحبت کرد، ما هم درباره قرآن صحبت کردیم، هر دوش به هم ربط داره، البته هر دوش موسیقیه. موسیقی یعنی صدای خوب. مسئله ولایت مهمه، اینطور نباید ساده گذشت که خود حضرت حق فرمودن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بله ای رسول من، اگر این عملو به اتمام نرسونی رسالت تو تموم نکردی. دیگه خدا گفته، دیگه قرآن، قرآن هم که وحیه دیگه. وقت میفهمم والله یعصم کمن النا، میترسم بگم این موضوع، خدا میفرمایم که شما کارتون رو بکنید، اگر ما باید شما رو مواظبت کنیم اون دست ماست. این است که بهتر دیدم که با این کلام شروع کنم که دمی که روح در آدم دمیدن، ز جا برخاست آدم یا علی گفت، به فرقش کی اثر می کرد شمشیر، گمانم ابن مرجم یا علی گفت. همینجور که فرمودن استاد بزرگوار مرشد بنده، گرفتاری ما در موسیقی همون بود اخلاقیشه و عرض کردم خدمت آجاها در صدر اسلام 80 جنگ و دفاع بوده، همشون به وسیله موسیقی حرکت میکردن، با شعار، با شعر، کمان که در جنگ خودمونم میدیدیم دیگه، با موسیقی بود. اون هر موسیقی نمیتونه حرام باشه، موسیقی یه چیز الهیست، منتها اون شخصی که این وسیله رو دستش میگیره باید ببینه چی میخواد بزنه، که فرض کن دو تا دست براش بزنن یا بگم بهش باری کلا است. اینا خیلی زود گذره. این که عرض میکنم ببخشید، من 64 سالمه، اتفاقا تو هتل با ایشون همین بحث بود، 64 سال کم عمری نیست که آدم به یه چیزی هی بگه آخر، البته جواب منو که هنوز نداد، جواب ایشون رو داده. البته 64 سال ما داریم مبارزت میکنیم روی این کار، کم نیست و خیلی چیزا بهمون داده. البته عرض کردم اون بستگی داره به اون شخصی که می نوازه. خدای کریم
این بدن ظاهری شما رو که میبینید، فرمودن بزرگان که عالم صغیر است، یعنی هر چی در این عالم هست، عالم کبیر، نمونه ایش در این وجود شما هست، این کم عالمی نیست. خب این میارزه که آدم 60 سال 70 سال یه مدتی بیاد یه کاری رو بکنه، بعد دلشو خوش کنه به این که فرسون دو تا دست براش بزنه. این واقعا اگر کسی اینجور فکر کنه، یک سرمایه گرانبهایی رو از دست داده. یعنی اینی که دارم عرض میکنم تجربه همه ها، که میگه بشنو زما که تجربه کردیم سالها، بی حاصلی است حاصل این قیل و قال ها. اگر معنویت اگر نخواهی که درست بشه در باطن، یه مش سر صدا بیشتر نیست و میره در فضا، تموم میشه میره. بزرگان فرمودن که شما برید توی دریا، تو دریا مرواری پیدا میشه، روش کف این کفا رو کنار بزنید. خودم عرض میکنم کف این که روی من بخوام حساب کنم، اینطور است که من خودم بخوام بنوازم که فرض کنم به یه چیز ظاهری دل خود، این کمال اشتباهی است که من این سرمایه را دارم این دستونه. این که بزرگان فرمودن که راجب اخلاق، چون هیچ علمی بالاتر از مکارم اخلاق نیست، چون انسان که روحش پاک بود، روحش میتونه موسیقی و موزیسیان رو عرض کنه، میتونه موسیقی مطهر عرض کنه، ولی نه، اگر ابعاد خود و خودخواهی و اینا باشه، اینا جز این که دست پای آدم رو ببنده و مانع از راه رفتن انسان بشه در اون راه، چیزی نمیتونه باشه. بله، حال یا مصلحت وقت در آن میبینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم. السلام. این رو تن میره جان کنیم سن حالا یا ایش میں شو بده نو یا البته جناب پایور عارف زمان خودش شما ما هستی ما از آقای اسماعیلی خواهش بدیم که خواهی برای اون صدا بزنن برای یک بیم برای بزنیم موافق هستید شما که ما از آقای اسماعیلی خواهش بدیم که خواهی صدا برای اون بزنن تا که آقای اسماعیلی
Thank you.
بله، سپاسگزاریم از این عزیزان بزرگوار.